با هرس و شاخبوری درست می توانی از درخت یک عالم میوه با کیفیت بگیری و اگر نادرست هرس انجام بدی درختت رو نابود کرده و اصلا میوه گرفته نمی تانی. پس درخت سیب چگونه درست شاخبوری می شه در این ویدیو به شما یاد می دم. با یک لایک زدن بریم سراغ آموزش. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای خوبم، شاخبوری دو جنبه داره، یکی جنبه مثبت، یکی جنبه منفی. دوستایی که شاخبوری یا هرس را یاد داره جنبه مثبتش بیشتر در شاخبوری خود بروز میده و دوستایی که یاد نداره هرس را ادعا میکنه که من شاخبور هستم، این جنبه منفیش بیشتر به درختان شما بروز داده میشه. آلی، من این موضوعات را برای شما تشریح میکنم، شما خود شما میدونید در نتیجه که کسی که درختای شما را به عنوان یک شاخبور، به عنوان هرس کننده هرس کرده یا آیا یاد داشته یا نداشته. کسی که یاد داشته باشه، کسی که شاخبور اصلی یا هرس کننده اصلی باشه، نتیجه کارش چطور میشه؟ درختان شما زیاد حاصل میده و با کیفیت حاصل میده. این یک، درخت شما در امو سالی که او هرس انجام داده آفات، امراض، حشرات کمتر درخت شما را میگیره، یعنی کمتر شیوع میکنه در نتیجه شاخبوری. چون شاخبوری که هست یعنی چندین کاره هست، هم باید حاصل را زیاد کنه، هم باید با کیفیت حاصل بده و هم آفات و امراض و حشرات را از بین ببره و یا اینکه کنترل کنه، یعنی زمینه را شاخبوری میتونه برای آفات و امراض فراهم بسازه و یا اینکه همه را از بین ببره. و همچنان شاخبور اصلی میتونه درخت را توسط شاخبوری و هرس مقاوم به آفات و امراض بسازه، گرچن آفات و امراض اگر بودن دور شدن مقاوم میسازه، یعنی در جریان سال آینده درخت شما زیاد سرش آفات و امراض حمله نمیکنه، با وجود که همسایه‌تان درختشون پر از آفات و امراض است ولی درخت شما این قسم نیست. چون قسمی که خودم عملا کار کردیم دیدیم که درختان ما اصلا مرضی وجود نداشته و پر از حاصل و میوه بوده، چون 3 سال خودم پشت سر هم این هرس انجام دادم و درختان همسایه ما پر از آفات و امراض با وجودی که اونا هم 3 سال منظم هرس انجام دادن. دلیلش چی بودن؟ نوع شاخبور یا روش شاخبوری و همچنان شخصی که شاخبوری انجام داده فرق داشته. و از این طرف کسی که نادرست هرس انجام میده درخت شما باعث میشه که تمام آفات و امراض امو سالی که او هرس انجام داده سر درخت شما حمله کنه، مخصوصا حشرات، مخصوصا شپشک ها و شته ها سر درخت شما بیشتر حمله میکنه و حاصل رو که اصلا گرفته نمیتونین، میوه گرفته نمیتونین امو سال، شاید اگر بگیرین خیلی کم میوه میگیریم. و از طرف دیگه امراض قارچی، یک عالم امراض قارچی با کجا میایه؟ با درخت‌ها، با شاخه هایی که تازه رشد کرده، با پوست درختتان، حتی میبینین که در نتیجه شاخبوری، خب شما نمیفهمین در نتیجه شاخبوری با وجود اومده، میگین آفات امراض از کدام جای اومده، ولی عاملش هرس است. شاخه ها را قسم قطع میکنه که حجرات باز شوه، سلول ها باز شوه و دیگه خود درخت او را نتانه سرش سرپوش بمانه و باعث میشه که آفات و امراض و حشرات بیشتر داخل شیوع کرده و امراض پوستی گرفته و درخت شما را از بین ببره، که امراض به نام بلک اسپات میگه که مخصوصا ساقه درخت را میگیره بعد از نتیجه شاخبوری نادرست. پس شاخبوری درست را چگونه باید انجام بدیم؟ چی قسم باید یک شاخبوری درست شویم؟ شما اگر بخواین شاخبوری یا هرس را یاد بگیرین، فقط 3 کار خیلی ساده و خیلی اساسی و با تمرکز را باید انجام بدیم. موضوع اول پاککاری هست. دو موضوعش بعدا بر شما تشریح میکنم. موضوع اول پاککاری هست که 5 بخش اساسی داره. 5 بخش اساسی چی است؟ از پایین شروع میکنیم. شاخه هایی که از پایین برآمده به نام پاجوش میگه یا سکر هم میگیم ما شما. این شاخه ها شاخه های هستن که از یک طرف مواد غذایی را در ریشه اینا نصب شده و میخوره میچشه و از طرف دیگه تمام آفات و امراضی که در زمین وجود داره اینا در جریان سال توسط اینا یک نوع زینه هست، از اینا انتقال کرده و با بالا میآیه، که اینا را شما باید از بیخ، از ریشه قطع کنین که دیگه سبز نشه. این یک موضوع. شاخه های تنجوش هست که از بغل برآمده و مواد غذایی را اینا جذب میکنه، اصلا میوه برش ما تولید نمیکنه، اینا را هم قطع میکنیم.
و شاخه سوم شاخه خشک هست. شما میبینید که در سال قبل به هر بهانه ای خشک شده، این رو شما باید قطع کنید. و شاخه سوم شاخه های شکسته است که به اساس بار یا حاصل زیاد شکسته یا باد آمده شکسته یا شاخه دیگه سرش آمده شکستانده، این رو شما قطع میکنید. و شاخه های مریض رو قطع میکنید. شما با این پنج نوع قطع کردن، با پنج نوع شاخه که قطع میکنین، باعث میشه که آفات، امراض، حشرات را تا اندازه یعنی 50% شما ضرب صفر کرده باشین. شاخه های مریض از بین بردین، شاخه های خشک که باعث گسترش امراض قارچی میشه از بین بردین، و شاخه های شکسته را از بین بردین، شاخه هایی که از پاجوش به شکل نرگ برآمده و همچنان تنجوش هست این را قطع کردین، شما یعنی 50% کار هرستان را انجام دادین. اکثرا دارد میبینیم که بدون توجه به این پنج بخش مستقیم حرکت میکنه و قطع کردن شاخه ها، اصلا متوجه نیست که ما باید چیکار کنم. شاخه بوری از خود، خب منظم کردن چوکات درخت یکی از اهداف اساسی هست که اول نفر باید این موضوعات را در نظر بگیره. پاککاری درخت است. خب اول ما پاککاری تشریح کردیم، دو موضوع دیگه میمونه، یکی بغزنی هست، یکی سرزنی هست. تمام شاخه‌بری و هر سه موضوع است، پاککاری، بغزنی، سرزنی. خب حالا ما بغزنی رو برای شما تشریح میکنیم که بغزنی چی هست. شما وقتی یک شاخه کلان نابجای رشد نامنظم داره از بغ قطع میکنین، میگن بغزنی. معمولا شاخه های بغزنی میشه که شما این را تصمیم داشته باشین که کاملا از بغ بزنین، و یا اینکه شاخه های نرک که امسال برآمده، سال قبل برآمده و اصلا میوه تولید نمیکنه، شما اینا را قطع میکنین. مثلا چه قسم میبینین که درخت شما به شکل اوپن سنتر هست و یا اینکه مطبق هست، یک شاخه در این قسمت هست، از این پشت یک شاخه برآمده و بسیار رشد کرده، یک متر یا 1.5 متر یا 30 سانت یا 40 سانت، بیشتر از او شاخه نرک هستی را منظم قطع میکنین. و اینمی قطع کردن، رویش قطع کردن، منبع کنترل آفات امراض و گسترش آفات امراض است. خب وقتی که شما قطع میکنین را، اگر متوجه باشین بین شاخه اصلی و شاخه‌ای که شما قطع میکنین یک برآمدگی به رنگ متوسط وجود داره، نه رنگ شاخه را داره و نه رنگ تنه را داره. اگر شما اینمی حجرات، امی انساج را همراه شاخه قطع شده قطع کرده دور بریزین، منبع آفات و امراض و دروازه را باز کردیم که آفات و امراض حرکت کنه، مخصوصا امراض قارچی که پوست درختان را میگیره و درخت را پوستش خشک میکنه، فراهم کردین دروازه را باز کردین. در صورتی که اینمی حجرات به درخت اصلی بمانه و شاخه را شما قطع کنین، در اصل اینمی حجرات و انساج دروازه بان هست، فوراً اینی ساحه را دوباره کور میکنه، پشت میکنه و آفات و امراض اصلا مخصوصا قارچ ها در اینجا شیوع کرده نمیتونه و اینجا به راحتی درخت از خود میتونه محافظت کنه. پس چقدر مهم است؟ اکثریت از دوستا وقتی که هرس انجام میده میگه هر قدر پاک کنی بهتر است، چون در سال آینده از اینجا دیگه شاخه نمیبره. دوست عزیز، بون شاخه دیگه سال برای تو دوباره قطع کن، ولی اگر خیلی نزدیک قطع کنی حجرات و انساجی که دوباره کور میکنه، پشت میکنه، اونا را اگر قطع کنی تو گپ را خلاص کردی، شاخه را در کل ضرب صفر کردی، شاخه خشک میشه، امراض پوستی میگیره. خب این کور دوباره این را نمیتونه، پشت نمیتونه، ساحه قطع شده گیره. پس چی میشه؟ تو بسته درخت شاخه تانه از دست میدین. این یک موضوع. خب ایرش برفرض شما درست قطع کردی، نه زیاد فاصله دار که ناخونک بمانه و این نمیتونه کور کنه، این هم مشکل به وجود میاره، و نه اینکه خیلی نزدیک انساج قطع شود، یعنی نزدیک به یک 2 میلی نزدیک تر به او قطع میکنین. خب ایره شما قطع کردین، چی خوبیت های داره؟ باید میشه که آب و هوا، مخصوصا جریان نور آفتاب و هوا و باد داخلش بیایه. وقتی که اینا میایه امراض قارچی کاملا کنترل میشه، نور آفتاب میایه، زمینه رطوبت بیش از اندازه فراهم نمیشه و امراض قارچی زیادتر شیوع نمیتونه در اینجا. و از طرف دیگه میوه های ما شما بسیار با کیفیت تولید میشه، چون نور آفتاب میخوره. ما شما داخل را خالی میکنیم، یعنی تنین میگه نازک میکنیم از طرف داخل. این یک موضوع. موضوع دیگه یکی که گفتیم آفات امراض را کنترل میکنه. بغزنی باعث میشه، باعث تشویق تولید گل در شاخه های بغلی میشه. مثلا شما یک شاخه اینجا دارین، یک شاخه را اینجا از بیخش قطع میکنین،
قطع کردن این شاخه باعث میشه که در این شاخه برای سال آینده گول زیادی تولید شود. یک کسی که شاخه بوری میکنه، شما امراشون قرارداد کنین برای 3 سال. کسی که امسال شاخه بوری میکنه، 3 سال بعد نتیجهش ظاهر میشه. درست است که امسال هم میتونه میوه های امسال را او با توسط شاخه بوری خود حفظ کنه، ولی تا 3 سال آینده جوانه ها شاخه هایی که تولید گل میکنه امسال ما که هرس انجام میتونم، اینمی شاخه ها برای 3 سال بعد تولید میوه میکنه. یعنی شاخه بوری امسال میتونه پندوق گل یا جوانه گل تولید کنه برای 3 سال یا 2 سال آینده. پس تا 3 سال را با شاخه بور قرارداد کنین که ما اگر تو شاخه بوری میکنی یادداری 3 سال امروز قرارداد میکنم، بعد از سال 3 درخت ما باید فوق العاده با کیفیت و منظم حاصل داشته باشه و بار بر ما تولید کنه. این رقمی اگر قرارداد کرد حتما شاخه بوری درست است، چون یک شاخه بور میفهمه که در مدت 3 سال من درخت رو چه قسم مدیریت کنم تا بیشترین حاصل رو بگیرم. خب شما این رو بغزنی انجام دادین، خب میایم به سرزنی رو چه قسم باید انجام بدیم؟ سرزنی مربوط به درخت خود شما هست. مثلا وضعیت درخت خود را باید ببینید. اگر درخت شما رشدش بیش از اندازه هست، سرزنی کم صورت بگیره، و اگر رشدش کم هست، سرزنی زیاد صورت میگیره. این کاملا برعکس است دوستای عزیز. بعضی از دوستا سرزنی را قسم انجام میده که اگر شاخه درخت هر قدر کلان باشه این را کوتاه‌تر میکنه. اگر این کار انجام دادی رشد بیش از اندازه میشه، پندوق‌های گل سال آینده کاملا از بین میره، همه به رشد تبدیل میشن، چون درخت قدرت داره پندوق و جوانه گل را فوراً به رشد تبدیل میکنه. و اگر شما زمینه را فراهم بسازید، یعنی قسم شاخه ها را مدیریت بکنید که اصلا این شاخه که امسال هست قطع نکنید تا اینکه برای سال آینده اینجا جوانه گل به وجود بیاد، و سال آینده میتونید را از سرش قطع کنید و جوانه گل را ازش میوه استفاده کنید و همون رقم شاخه های دیگر. یعنی ما گفته نمیتونیم که یک شاخه را شما باید چقدر قطع کنید. نظر به رشد درخت خود سرزنی انجام میدین، تمام شاخه ها را سرزنی انجام میدین. پس در کل گفته میتونیم که یک پاککاری درخت هست که 5 بخش بود، و دیگه سرزنی درخت هست که فقط سر شاخه ها را قطع میکنید نظر به وضعیت درختان. اگر درخت شما رشدش زیاد است، شاخش کمتر قطع میکنید، رشدش کم هست، شاخش بیشتر قطع میکنید، که این باعث تولید گل به درخت شما میشه. و همچنان بغزنی هست که بغزنی معمولا از داخل شاخه هایی که بر شما مزاحمت میکنه و جلوی آفتاب آمدن و هوا آمدن را گرفته، اینا را شما از بغ قطع میکنید با توجه به حفظ انساج و حجرات کور کننده و پوش کننده. امیدواریم که شاخه بوری که انجام دادیم بر شما یاد دادیم کاملا بر شما مفید واقع شده باشه. باز هم اگر سوال داشتین در کامنت ها بنویسین. ویدیوی آینده ای که پخش میشه، یکی از دوستا در ایران شاخه بوری انجام داده، هرس سپر کامل انجام داده، ما شما با هم تحلیل و تجزیه میکنیم که آیا ای درست انجام داده یا نداده. پس شما هم نظر دو میتونین عیار کنین. ویدیوها رو حتما لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین اگر عضو کانال ما نشدین، تا از ویدیوهای جدید ما جا نمانین. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدار شما.